پلیس که برای گم شدن یه دختر به بررسی تیمارستان میره، ولی میفهمه که یه راز خیلی مهمی توی این تیمارستان دفن شده. گیلاسیا سلام، امروز براتون فیلمی آوردم که هزار بار پیشنهاد دارید ولی وقت نمیکردم بذارم. فیلم شاتر آیلند یا جزیره شاتر که با نمره 82 IMDb که مسئول 2010 هستش و خیلی طرفدارهای زیادی داره به خاطر محتوای خیلی خفنش و پایان بندی که مغزتون رو کلا هم میپاشونه. حتما تحلیل آخر رو گوش بکنید به خاطر اینکه پایان های مختلف فیلمو میخوایم بررسی کنیم. بریم با هم فیلمو ببینیم. حواستون باشه ولو کامرو صحنه خشنش هم باشه. با شروع فیلم دو تا کارگاه به اسمهای تدی و چاکو میبینیم که سوار کشتی شدن به سمت یه جزیره میرن. این جزیره که اسمش هم شاتر آیلنده یا تیمارستان بزرگ و تازگی دختری به اسم ریچل ازش فرار کرده. برای همینم این دوتا مأمور دارن به اونجا میرن تا پیداش کنن. مشخصه تدی خیلی از آب و دریا میترسه چون همش استرس داره و حالش بد میشه. از صحبتش با چاک میفهمیم اولین باری که دارن با هم کار میکنن و آشنایی قبلی با هم ندارن. این هم میفهمیم که همسر تدی چند سال پیش به خاطر آتش سوزی خونشون جونشو از دست داده. خلاصه که به جزیره میرسن و چند نگهبان با عصبانیت بهشون خوش آمد میگن. دور تا دور تیمارستان سیم خاردار کشیده شده و خیلی هم امنیتش بالاست. قبل از ورود به محوطه اصلی سرنگهبان که اسمش هم مک فرسنه براشون توضیح میده هر ساختمون چه بیمارهایی رو شامل میشه. ساختمون آ برای بیمارهای مرد، ساختمون بی برای بیمارهای زن و ساختمون سی که تو مرتفع ترین قسمت جزیره هم هست برای خطرناک ترین بیمارهای روانیه. برام تاکید میکنه به هیچ وجه سمت ساختمون سی نرید مگه اینکه من یا روانپزشک اصلیمون یعنی دکتر کالی همراهتون باشیم. در آخرم اسلحه کارگاه ها رو میگیره و به دیدن دکتر کالی میرن. روانپزشک در واقع کل این تیمارستان رو میچرخونه. دکتر کالی اتاق ریچل نشون میده و میگه که این دختر شب قبل یهو ناپدید شد. غیر ممکنه همین جایی هم در بره و انگار یهو غیب شده رفته تو زمین. برام توضیح میده که ریچل به خاطر غرق کردن سه تا بچه خودش تو آب به اینجا اومده. این تیمارستان فکر میکنه خونه خودشه و بقیه آدما هم همسایه هاشن. همیشه هم کشتن بچه هاشو انکار کرده و تو فکرش هنوز هر ستاشون زندن. خلاصه کمی اطراف جزیره رو میگردن اما نتیجه این نمیگیرن. از اینجا هم تدی یکم به فانوس دریایی تو این جزیره مشکوک میشه چون کلی نگهبان دورشن و هیچکی هم درست توضیح نمیده که اونجا چه خبره. تدی معتقد این تیمارستان یه راز بزرگ داره و الکی دارن میگن ریچل گم شده. کار بعدشون انجام مصاحبه با همه افراد تیمارستانه. از پرستارا در مورد برنامه کاری شب قبل پرسجو میکنن و میفهمن دیروز جلسه درمانی بین بیمارها بوده و ریچل هم توی اون شرکت کرده. این جلسه هم توسط یکی دیگه از دکترها به اسم دکتر شیهان برگزار شده که الان هم اینجا نیست. دکتر کالی میگه دیشب مرخصی گرفت تا به مسافرت بره. تدی با عصبانیت میگه تو این لحظه حیاتی چرا بهش مرخصی دادید و کالی هم جوابی نمیده. بعد جلسه ناموفق تدی از دکتر میخواد همه اطلاعات زندگی کارکناشو در اختیارش بذارن. دکتر کالی هم از مامورا میخواد که به اقامتگاهش بیان تا سیگار بکشن و یکم در مورد قضیه حرف بزنن. اونجا با مرد دیگه آشنا میشن که انگار رئیس اصلی تیمارستانه و حتی دکتر کالی هم داره بهش جواب پس میده. مردی به اسم دکتر نیرینگ. این مرد به دو تا مامور میگه به نظرم شماها آدمهای خشن و عصبی هستید. چاک میگه ما خشن نیستیم، فقط تو جنگ جهانی دوم بزرگ شدیم و مجبور بودیم خشن زندگی کنیم. دکتر کالی شروع به صحبت میکنه و میگه متاسفانه نمیتونیم اطلاعات شخصی کارکنها رو در اختیارتون قرار بدیم به خاطر اینکه اونا حقمونن و باید ازشون محافظت کنیم. تدی با عصبانیت داد میزنه جون یه نفر تو خطره و معلوم نیست الان کجاست. اگه تا فردا اینا رو نگید از اینجا میریم و همه چیزو به FBI میگم. این صحبت هم نتیجه نمیده و همه به اتاق میرن تا استراحت کنن. امشب طوفان شدیدی داره شکل میگیره و وقتی تدی تنها میشه جلوی آینه میره و خاطره ای از گذشته رو به یاد میاره. میفهمیم توی جنگ جهانی دوم یه سرباز خفن بوده که جون دادن یکی از افسرهای آلمان رو به چشم دیده. از اون موقع هم همیشه مشروب میخوره به حدی که همسرش هم مدام از اتاق بطری‌های خالی پیدا کرده. روز بعد میرسه. تدی و چاک تصمیم میگیرن یکم بیشتر اینجا بمونن و تحقیق کنن. این بار از بیمارهایی که دو روز پیش تو جلسه گروهی با ریچل شرکت کرده بودن بازجویی میکنن. برای تدی خیلی عجیبه چون همه بیمارها یه سری جمله کاملا مشابه میگن. انگار دکتر کالی و گروهش از قبل بهشون یه متن دادن تا دقیقاً همونو برای پلیسا بخونن. تا وقتی به یکی از زنها میرسه. انگار این زن حالت روحی سالمتری داره و از چاک میخواد یه لیوان آب برش بیاره. به محض رفتن چاک رو کاغذ چیزی مینویسه و به تدی میده. بعد تمام شدن صحبت‌ها هم تدی و چاک دوباره اطراف جزیره رو میگردن. موقع رد شدن از قبرستونش چاک میپرسه که وقتی رفتم آب بیارم مطمئنم بیمار یه چیزی یواشکی بهت گفت. تدی هم دفترشو باز میکنه و چیزی که اون زن نوشت رو نشون میده. فرار کن. صحبتشون ادامه داره و تازه دارن با هم صمیمی‌تر میشن. به خاطر طوفان شدید میرن توی یکی از آرامگاه‌های قبرستون تا طوفان آروم بشه. چاک میپرسه که تو خیلی به افراد بیمارستان مشکوکی. دلیلش چیه؟
تری هم بالاخره اعتراف کنه که چند سال اینجا رو زیر نظر داره. وقتی توی خونهشون آتش سوزی شد و همسرش جونش رو از دست داد، فهمیدن آتش سوزی عمدی بوده و یکی از سرایدارها به اسم لادیس بوده که این کار رو انجام داده. مشخص شده همه چیز کلا تقصیر اون بوده و فرستادنش به همین تیمارستان. برای همین هم تحقیق در مورد اینجا رو شروع کرده و به چیزهای عجیبتری رسیده. مهمترینش این که احتمال داره این تیمارستان مثل اردوگاه‌های کار جنگ جهانی دوم رو زندانی‌هاش آزمایش‌های وحشتناک انجام بده. الان هم تدی معتقد فانوس دریایی که اینقدرم امنیتش بالاست قطعا برای همین کارهای کثیفه. چاکی هم سردرگم شده و بهش میگه تو نباید میومدی اینجا. حالا شک دارم که اصلا ریچل گم شده باشه. احتمال داره همه چیزو صحنه‌سازی کرده باشن تا ما رو به اینجا بکشونن و سرمون رو زیر آب کنن. چون احتمالاً شک کردن که تو در موردشون تحقیق کردی و میخوان جلوی پیشرفتتو بگیرن. دارن بحث میکنن که یهو در آرامگاه میشکنه و چراغ‌های ماشینی رو نزدیک میبینن. زندانبان مک‌فرسن با چند تا از نگهبانا داخلشن و میگن چند ساعت دنبال شما هم میگردیم. سوارشون میکنن و به محوطه برمیگردن. چون لباسشون خیسه، یکی از پرستارها به اسون لباسهای شبیه بیمارها میده تا بپوشن و اونام با یکم تردید این کار رو انجام میدن. بعد به اتاق دکتر کالی میرن که ازشون میخواد تحقیقات رو متوقف کنن. اما تدی میخواد کار رو ادامه بده و وسط بحث سردرد شدیدی میگیره. چند بار تا حالا این طوریش رو دکتر کالی هم یه سری دارو برش میاره. تدی هم که به همه افراد مشکوکه اول داروها رو میرزه زمین و سردردش بیشتر میشه. چاکو دکتر کالی آرومش میکنن و بالاخره یکم دارو میخوره. به خاطر طوفان شدید همه پناهگاه زیر زمینی میرن تا شب اونجا بگذرونن. بالاخره تدی میخوابه و رویایی از همسرش میبینه. همسرش اومده اینجا و ازش میخواد زودتر ریچل رو نجات بده چون هنوز تو همین جزیره است و کمک میخواد. بعدم خودش رو تو اتاق دکتر کالی میبینه. رو صندلی لادیس نشسته، کسی که قاتل همسرش بود. لادیس با زخم بزرگ صورتش و یک چشم سفید به تدی زل زده و اون از خواب میپره. روز بعدی رسیده، طوفان تموم شده و اوضاع به هم ریخته است. چون کلی از لوازم به خاطر طوفان آسیب دیدن و یه سری بیمار هم درد و سر درست کردن. برای همین هم نگهبانا درگیر این چیزهان و تدی همراه چاک سعی میکنن یواشکی به فانوس دریایی برن. به سمتش راه میافتن و قبل رسیدن یه دفعه با بیماری مواجه میشن که به محض دیدنشون فرار میکنه. تدی و چاک دنبالش میدونن اما چاک عقب میمونه و تدی به ساختمون سی میرسه، جایی که بیمارهای خطرناک نگهداری میشدن. تدی بیمار رو پیدا میکنه و با هم درگیر میشن. در آخر تدی انقدر میزنتش که از حال میره و همین لحظه نگهبانا سعی میرسن و بیمار رو به اتاق برمیگردونن. تدی بیشتری مکان رو میگرده که کلی سلول زندانی میبینه. بیمارهای با حال داغونتر هر کدوم نشستن و یکیشون مدام اسم لالیس رو صدا میکنه. تدی با دیدن این مرد کاملا میشناستش. اسم این مرد جورجه و انگار کسیه که مدت‌ها پیش با تدی بیرون تیمارستان ملاقات کرده. جورج به تازگی از تیمارستان بیرون اومده بوده و به تدی توضیح داده که اینجا چه اتفاقای وحشتناکی میفته. تدی هم فهمیده بعد از اطلاعاتی که جورج بهش داده، اونو دوباره به تیمارستان آوردن و انقدر آزارش دادن که همه چی رو فراموش کنه. تدی برای کلی داد زدن موفق میشه جورج رو به خودش بیاره. اون با عصبانیت به تدی میگه همه چیز تقصیر لادیس و توه، اما الان این قضیه مهم نیست. باید همه اینا رو فراموش کنی تا بتونی راز اصلی تیمارستان رو بفهمی. لادیس هم دیگه تو این ساختمون سی نیست. اونو به فانوس دریایی بردن تا عمل لوباتومی روش انجام بدن. یه توضیح کلی بدم، عمل لوباتومی الان دیگه ممنوع شده، اما در گذشته بیمارهایی که خیلی حالشون وخیم بود و به عمل جراحی می‌بردن و یه سوراخ توی مغزشون ایجاد می‌کردن که قسمت دیوانگیشون رو مثلا خاموش کنن، اما در واقع باعث می‌شد تمام احساسات طرف از بین بره و مثل یه مرده متحرک بشه. برگردیم به ادامه فیلم. تدی در مورد دکتر نیرینگ سوال میکنه، کسی که تو اتاق دکتر کارلی دید، و جورج میگه اون اصلا اینجا کار نمیکنه. مطمئنم از دولت فرستادن که تو رو زیر نظر بگیره و باید خیلی حواستو جمع کنی. به محض اینکه چاک سر میرسه دوتای از ساختمون میرن و تدی توضیح میده که چیا فهمیده. این بارم نمیتونن به فانوس برن چون دکتر کارلی جلسه مهمی شکل داده و از این دو نفرم خواسته شرکت کنن. تو این جلسه کالی میگه ریچل رو پیدا کردیم، تو جزیره قایم شده بود و تحقیقاتتون باید رسما تموم شه. تدی باور نمیکنه، اما اونو به دیدن ریچل میبرن. ریچل با دیدنش نزدیک میشه و اونو تو آغوش میگیره. تو خیال ریچل تدی همسر اونو باش بحث میکنه که چرا تنها گذاشتی. حرفاش باعث میشن تدی خاطره دیگه ای از جنگو به یاد بیاره. کنار یه اردوگاه کار کلی یهودی جونشون رو باخته بودن. مادر و دختری هم اونجا بودن که مادر شباهت زیادی به ریچل داره. یه لحظه بچه زنده میشه و به تدی میگه چرا نجاتمون ندادی؟ تدی هم میگه سعی کردم اما دیر رسیدم. یه لحظه خاطره عوض میشه. حالا توی کلبه است و ریچل و دخترش هم اونجان. هر دو غرق خونن و تدی بچه رو تو آغوش گرفته و به سمت دریاچه میره. از توهم بیرون میاد و با چاک از ساختمون میرن بیرون. به محض تنها شدن چاک میگه موفق شدم پرونده لادیس رو پیدا کنم، اما تدی نمیخواد بخونتش چون میخواد به پیشنهاد جورج گوش بده.
این بار همه قضیه لالیسا کنار گذاشته، چون مهمترین کار رسیدن به فانوس دریاییه. چاک سعی میکنه بهش بفهمونه کار خطرناکه، اما باعث میشه تدی یکم به خود چاک هم شک کنه، چون شاید اونم دستش با دولت توی کاسه است و میخواد جلوی اونو بگیره. راه میافتن و از لب پرتگاه میفهمن خیلی از فانوس فاصله دارن. چاک دوباره میگه پس باید بخیال شیم، اما تری با عصبانیت میگه من راهو پیدا میکنم. از اونجا فاصله میگیره، اما وقتی راهی پیدا نمیشه به جایی که چاک وایساده بود برمیگرده، ولی خبری از اون نیست و با نگاه به پایین پرتگاه یه لحظه جنازه چاکو میبینه که خیلی حالش به هم میریزه. با هر زحمتی از صخره ها میره پایین، اما جنازه ناپدید شده و میفهمه فقط یه توهم بوده. متوجه غاری میشه که یه آتیش داخلش روشنه. وقتی میره داخل زنی میبینه که چاقویی دست گرفته و با وحشت به تدی میگه نزدیکم نیا، اما با هم صحبت میکنن و کم کم دوست میشن. وقتی تری اسمشو میپرسه زن میگه من ریچلم. تری میفهمه زنی که دکترها بهش نشون دادن یه آدم دیگه بود و به جای ریچل جا زدنش. از ریچل واقعی میپرسه چه اتفاقی برات افتاد و اونم توضیح میده که توی تیمارستان یه پرستار بوده، اما چیزهای زیادی در مورد اینجا فهمیده و به خاطر همین براش پاپوش درست کردن و به عنوان بیمار نگهش داشتن که کسی حرفشو باور نکنه. تدی میپرسه در مورد اینجا چی فهمیدی و ریچل میگه فهمیدم که دولت یه سری داروهای وحشتناک توی فانوس دریایی روی بیمارها تست میکنه، داروهایی که میتونه خاطره و ذهن آدمها رو پاک کنه و ازشون یه سری جنگجو یا جاسوس بی احساس بسازه. تدی میگه قول میدم جلوشون رو بگیرم، اما ریچل میگه غیر ممکنه بذارن از اینجا فرار کنی، تو هم مثل من گیر افتادی و برات پاپوش درست میکنن، همین الانم هم به یه بهونه لباس بیمارها رو تنت کردن. تدی باور نمیکنه و ریچل میگه مطمئنم توی زندگیت هم اتفاقای بدی رو پشت سر گذاشتی، اینا از همون اتفاقا استفاده میکنن که پرونده تو بسازن و بهت انگ روانی بودن میزنن. از تدی میپرسه از وقتی اینجایی دارو خوردی، غذا خوردی یا سیگار کشیدی؟ تدی هم میگه همشون رو انجام دادم، یار دارویی که وقتی سردرد داشت بهش دادن میفته. ریچل ادامه میده که 36 تا 40 ساعت طول میکشه که داروها کاملا تاثیر بذارن و تو همین الانم هم دستات میلرزن، این اولین علامت دارو است. وقتی تدی میگه دوستم چاک کمکم میکنه، ریچل میگه مطمئن باش اونم با دولت و کاری انجام نمیده. تدی میفهمه اوضاع خیلی بده و به محض آروم شدن هوا برمیگرده به محوطه که زودتر فرار کنه. زندانبان از قبل با ماشین منتظره و اونو به سمت ساختمون اصلی میبره. توی راه حرف میزنن و تدی میپرسه که شماها اینجا خشن رفتار میکنید یا نه. زندانبان میگه ما باید از خشونت درست استفاده کنیم، ولی به وقتش کارمونو بلدیم، اما شما پلیسا بلد نیستید. مثلا الان اگه دستمو سمتت بیارم تا چشماتو بخوام درارم تو چیکار میکنی؟ تدی میگه امتحان کن، یه جور گاز میگیرم میشه کندشه. زندانبان با لبخندی میگه منم از تدی انتظار همچین کاریو دارم. اونم با سردرگمی میره داخل و به محض دیدن دکتر کالی بهش میگه من میخوام از اینجا برم، دوستم چاک کجاست؟ دکتر کالی میگه چاک تو تنها اومده بودی. تری میفهمه نقشه رو دارن اجرا میکنن و با عصبانیت میدوه بیرون تا یواشکی از اینجا در بره. وقتی تو ماشینی میشینه همسرش کنار خودش میبینه، زن میگه فرار کن، فانوسو بیخیال شو، دیدن اونجا نابودت میکنه. اما مشخص تری قصد دیگه ای داره. اول کنار ماشین دکتر کالی وامیسته و با انداختن کروات آتیش گرفته خودش توی پمپ اونو منفجر میکنه. انفجار باعث میشه همه نگهبانا درگیر قضیه شن و تو این فرصت به سمت فانوس دریایی راه میفته. از دریا شنا میکنه و یواشکی از کنار چند تا نگهبان هم رد میشه. یکیشونو گیر میندازه و اسلحه‌اش رو میگیره. نگهبان میگه میخوای منو بکشی؟ اما تدی میگه نه و با ضربه‌ای فقط بیهوشش میکنه. با سرعت میره داخل فانوس و هر چی میره بالاتر بیشتر به هم میریزه، چون هیچ چیزی توی این فانوس نیست. به بالاترین طبقه میرسه و به محض ورود دکتر کاولی پشت میزه. تری با عصبانیت میگه لوازمو کجا قایم کردی و چاک کجاست؟ دکتر کالی با آرامش میگه بشین تا حرف بزنیم. تری میگه شلیک میکنم، اما دکتر میگه هیچ گلوله‌ای توی اون اسلحه نیست. بعد میپرسه به نگهبان دم در آسیب زدی یا نه، و تری هم میگه نه فقط بیهوشش کردم. دکتر با تلفن به همکاراش میگه به نگهبان رسیدگی کنید و تری که از همیشه بیشتر گیج شده هیچی نمیگه. دکتر شروع به صحبت میکنه، میگه تری تو خیلی وقته که اینجا یه بیماری، نزدیک 2 سالی میشه. تری داد میزنه نه دروغ میگی، من یه مامور FBI ام و نمیتونی الکی توی ذهنم این فکرا رو بسازی. دکتر ادامه میده آره قبلا مامور بودی تا 2 سال پیش و اتفاقاتی که برات افتاد، یعنی مرگ بچه‌هات. تری عصبی تر شده و میگه من اصلا بچه ندارم. دکتر کالی میگه چرا داشتی؟ ما سعی کردیم با روش جدیدی که پیدا کردیم تو رو درمانت کنیم، چون چیز دیگه ای رو جواب نمیداد و توهمت از بین نمیمرد. همه اتفاقای این 2 روزم هم جزو همین روش درمانی جدید بودن. تو انقدر بیمار خطرناکی بودی که خیلی از دکترها میخواستن لوباتومی رو انجام بدن، اما من نمیذاشتم چون ایمانم بهت از دست نرفت. یه دفعه بلند میگه دکتر شیهان بیاید داخل. از در ورودی چاک وارد میشه. تری باز گیج شده و کالی میگه دکتر شیهان قبول کرد توی این درمان کمک کنه.
اون نقش چاکو به عهده گرفت تا از نزدیک حواسش به تو باشه. پارچه‌ای رو از روی تخته کنارش کنار میزنه. به تری میگه اسم واقعی تو ادوارد دنیلزه. شخصیت خیالی که دنبالش بودی یعنی لادیس از ترکیب اسم واقعی خودت ساخته شده. همینطور اسم ریچل که از ترکیب اسم واقعی همسرت ساخته شده بود. اینطوری میخواستیم تو رو با گذشته خودت روبرو کنیم. چون تو شخصیت خیالی به اسم تری ساخته بودی و خودتو همه جا به اون معرفی میکردی. تری کم کم میفهمه اینا ممکنه واقعی باشن. کارلی ادامه میده کسی که توی ساختمون سی دی دی یعنی جورج کسی بود که چند روز قبلی اونو توی تیمارستان زیر کتک گرفتی. برای همینم انقدر حالش توی سلول افتضاح بود. تری باور نمیکنه اما کارلی همه جملاتی که جورج توی زندان گفته رو از روی کاغذ میخونه و مشخص میشه همه اینا با هماهنگی بوده. میگه که جورج قبول کرد به ما توی این درمان کمک کنه. تو چند روز پیش اونو کتک زدی چون اشتباهی اسم واقعی تو سر کرد. تری خیلی به هم میزه و یهو اسلحه خودشو که روی میز دکتر برمی‌داره. دکتر شیهان داد میزنه این کارو نکن اما تری شلیک میکنه. وقتی دوباره دکتر رو میبینه هیچ خونی اونجا نریخته و کارلی میگه اسلحه‌ای که از اول دستت بودم فقط یه اسباب بازی بود. حالا تری میفهمه واقعا بیماره وگرنه اسلحه‌ای که از اول دستش بوده نمیتونست الکی باشه. کارلی میاد جلو و عکس بچه‌های رو نشون میده. به تدی میگه تو واقعیت رو از ذهنت پاک کردی تا عذاب وجدانت از بین بره و خودت رو به عنوان یه قهرمان الکی نشون بدی. در حالی که واقعیت رو میگه تدی بالاخره خاطره اصلی گذشته رو به یاد میاره. وقتی از یه سفر کاری به خونه برمیگرده همسرش رفتار عجیبی داره و بهش خوش آمد میگه. تدی توی دریاچه کنارشون با وحشت جنازه بچه رو میبینه. میدوه سمتش و دو تا بچه خودش از آب بیرون میکشه. کسایی که غرق شدن و دیگه زنده نمیشن. همسرش هم با لبخندی بهشون نگاه میکنه و میگه اونا سالمن فقط خوابیدن. تری داد میزنه چرا این کارو کردی و همسر فقط لبخند میزنه. مرگ دیگه عصبی شده با اسلحه‌اش به همسر روانی خودش شلیک میکنه و مرگ همین بوده که باعث شده اونو به تیمارستان بیارن. از خاطره بیرون میاد و روی تخته. دکتر کارلی میگه حالا واقعیتو میدونی. این انتخاب توئه که مثل قبل همه چی رو انکار کنی و توی توهم زندگیتو بگذرونی یا باهاش کنار بیای و درمان اصلی و واقعی تو شروع کنیم. ولی اگه توی توهم باقی بمونی مطمئن باش دکترهای دیگه مجبورمون میکنن عمل لوباتومی رو دوباره انجام بدیم. تری که تصمیم خودش رو گرفته اشکش راه میفته. میگه همه چیز تقصیر من بود. رفتارهای زنم از اول نشون داد مشکل روانی داره ولی جدیشون نگرفتم. من مقصر مرگ بچه‌هام چون وقتی باید زنم ازشون دور میکردم این کارو نکردم. تو این دنیای خیالی که ساخته بودم این عذاب وجدان‌ها از بین رفته بودن. قدرت اینو نداشتم که باهاشون روبرو شم. روز بعدی میرسه. تدی روی پله‌ها نشسته و دکتر شیهان یا همون چاک به دیدنش میاد. سیگاری میکشن و تدی میپرسه به نظرت کدوم اینا بهتره؟ اینکه به عنوان یه هیولا زندگی کنی یا اینکه به عنوان یه آدم خیلی خوب بمیری؟ به دستور دکتر کارلی چند تا پرستار میان که اونو با خودشون ببرن و اینجاست که فیلم به پایان میرسه. شاتر آیلند، اون پایان بندی و تویست خیلی خفنی که باهاش روبرو میشید مغزتون رو گفتم میپاشونه. به خاطر اینکه واقعا خفنه و خیلی هم خوب به نمایش در میاد. به خاطر بازی خفن بازیگرهاش و مهمتر از همه فیلمبرداری فوق‌العاده زیباش. پایان بندی فیلم هم به چند شکل میشه بررسیش کرد. مهمترین شکل که خیلی هم طرفدارهای زیادی داره اینه که لحظه آخر وقتی که از جاش بلند میشه تدی همون وارد و به سمت پرستارها میره، یعنی تصمیم خودش رو گرفته که میخواد اون عمل رو انجام بده و حقیقت زندگیشو بالاخره از ذهنش پاک بکنه. همونطوری که دکتر شیان سوال میکنه میگه که این که به عنوان یه هیولا زنده بمونی خوبه یا اینکه به عنوان یه آدم خوب بمیری و خیلی جواب واضحه، یعنی اینکه آدم خوبه قطعا بهتره و تصمیم میگیره که حداقل ذهنشو پاک کنه تا با همین رویاها زنده بمونه و فکر کنه یه آدم خوبه تا اگه یه روزی مرد فکر نکنه که همچین اشتباهایی رو انجام داده و باعث مرگ زن و بچه خودش شده. یعنی از همین یه جمله قشنگ همین برداشتو میشه کرد و اون قدم آخری که سمت پرستارها برمیارم یعنی داره به سمت عمل لوباتومی خودش پیش میره. ولی خب یک سری دیگه هستن که میگن با استفاده از برداشتهایی که از شخصیت اصلی میکنیم همون تدی یا همون ادوارد و چیزی که ازش میفهمیم اینه که یه آدم خیلی خفن بوده، مامور FBI بوده، توی جنگ بوده، خیلی آدم باهوشیه و کلن میگم خیلی آدم خفنیه. برای همینم غیر ممکنه همچین آدمی تصمیم بگیره که عمل لواتومی انجام بده. این دسته از افراد معتقدن اون سوال آخری که از همکارش دکتر شیان میپرسه یعنی داره میگه که من میخوام با همون یه هیولای زنده بمونم ولی زنده بمونم چون میدونم لواتومی یعنی اینکه انگاری تموم شده همه چیم، زندگیمو فراموش کردم، دیگه نمیتونم مثل یه آدم عادی زنده بمونم، نمیتونم به چیزی حس داشته باشم و میدونه این همون مرگ است و تصمیم میگیره که حتی اگه شده به عنوان یه هیولا زنده بمونه چون این شخصیت یه شخصیت سروایوره، یه شخصیت
شخصیت بازمانده است، کسی که حاضر به هر قیمتی که شده زنده بمونه و از سختی‌ها عبور بکنه. و برای همین هم خب وقتی با این برداشت شخصیت رو نگاه بکنی میفهمی که همچین تصمیمی رو قطعا نمیگیره و اون لحظه آخر هم خیلی عادی داره میپیشه پرستارا که به سمت اتاق خودش ببرنش، چون تصمیم گرفته با واقعیت کنار بیاد و میخواد دوره درمانی جدید خودش رو شروع بکنه. خلاصه که شما هم بگید به نظرتون کدوم درسته. من خودم طرفدار اون ایده پایمندی اولم، به خاطر اینکه تمام چیزهای فیلم و همون دیالوگ آخر مخصوصا داره اینو میگه که این شخصیت هیچ وقت نمیخواست واقعیت خودش رو قبول بکنه و حاضر به هر قیمتی که شده قبول کنه که این زن و بچهش به خاطر خودش نبوده که جونشون رو از دست دادن. برای همینم قطعا به این عمل تم میده تا بتونه با همین رویا، با همین چیز الکی زندگیشو بگذرونه تا روزی که بمیره، چون این براش قشنگتر از اینه که بخواد مرگ دردناک زن و بچهش رو به چشم ببینه. نکته ای که در مورد فیلم باید توجه بکنید اینه که از اول بارها و بارها داره بهتون نشون میده که آقا این شخصیت چاک یه دونه روانپزشکه و فقط خودشو جا زده. اول از همه لحظه‌ای که میخوان بیان وارد شن و تفنگاشونو میگیرن، چاک وقتی تفنگ خودش رو برمی‌داره که رفیق تفنگو میندازه، یعنی انقدر حرکتش مسخره و بچگونه است که حتی تدی هم با اخم نگاهش کنه که چقدر تو یعنی اسکلی. و این یعنی داره نشون میده که آقا این بلد نیست تفنگ دستش بگیره، اصلا کارش این نیست. یه جای دیگه‌اش وقتی که دارن مصاحبه میکنن و هم با بیمارا دارن صحبت میکنن، یه لحظه هستش که دعوا شکل میگیره بین تدی و اون بیمار. چاک موفق میشه با دستش جلوی تدی رو بگیره، بکشه عقب و همزمان با دست راستش داره به افرادی که پرستار تیمارستان علامت میده که جلو نیایید، یعنی اوکی همین سر جاتون بمونید. و خیلی نکته های ریزی داره، بارها و بارها این اتفاقا میفته و اگه بار دوم فیلمو ببینید خیلی خفنه براتون که از اول داره بهتون نشون میده اینو ولی خب شما نفهمیده بودید. یا یه نمونه دیگه‌اش این که تمام نگهبانا وقتی که اطراف تری قرار میگیرن استرس دارن، همش عصبی ان، میخوان هر جوری که شده باش دعوا راه بندازن، چون تمام اینها یه بار انگاری از تدی آسیب دیدن، چون به هر حال 2 سال اینجا بستری شده و معلومه بارها جنگ و دعوا راه انداخته و همشون رو کتک زده. برای همین هم هست که حتی وقتی داره با اون زندانبان تو ماشین میاد، زندانبان یه دفعه بهش میگه که این توقعی که من از تری دارم، یعنی واقعا همش انتظاری ازت دارم، نه اینکه همش کاریو نکنی. خیلی خفنه این چیزها که شما ریز اگه نگاه بکنید میفهمید تمام فیلم داره بهتون علامت میده، ولی خب انقدری درگیر داستان و شخصیت تدی شدید که اصلا نمیتونید درک بکنیدشون. و اشاره آخری هم که میخوام بکنم و مهمه، وقتی هستش که دارن دوباره با بیماران مصاحبه میکنن و یکیشون رو کاغذ مینویسه که فرار کن، چون این بیمار میدونه که آقا این قبلا اینجا بیمار روانی بوده و الان بهترین موقعیت براش که بتونه از این جهنم در بره و داره بهش میگه که فرار کن، فقط برو از اینجا، براش داری دنبال حقیقت میگردی. خیلی خفنه این. در آخر هم نکته دیگه که میخوام بهتون بگم، وقتی هستش که اون آخر فیلم تدی میادش از دریا میره، رد میشه، میرسه به فانوس دریایی، ولی وقتی که بالا و اسلحه‌اش رو سمت دکتر کالی میگیره لباسش کاملا خشکه، تازه دریا اومده ولی کلا خشک شده. و این داره یه نشونه دیگه بهتون میده که همونطوری که از اول فیلم شخصیت داره توهم میزنه برای خودش، توهم توطئه میزنه، دروغ میبافه، همه این کارا رو میکنه، قطعاً یه دروغ دیگه هم انگاری توی ذهنش شکل گرفته که برای رسیدن به اینجا از دریا شنا کرده و خیلی سختی کشیده. خلاصه که فیلم از این صحنه ها خیلی داره، حتما دو بار ببینیدش اگه تا حالا ندیدید، یا اگه دیدیدم یه بار دیگه تماشا بکنید. این دفعه فقط به این صحنه دقت کنید چون خیلی باحال وقتی بار دوم میبینیدش. دیگه همین، دوستتون دارم، پیشنهاداتونو بنویسید، لایک کامنت سابسکرایبتون نره، حتما توی کانال زاپاسیون بشید. دوستتونم، گلسی.